اوه من احساس میکنم بچه ها میلاد حراتی دیگه داره واژه هایی به کار میاره که واسه سن پرنسا خوب نیست. تو اینه بذار رو گوشت یه سری واژه ها رو نشنم و خب پرنسا خوب خوند؟ آره. اوه منو گول زد. خب تو که این بلنگ رو گوشته چجوری شنیدی پس؟ شبا تا صبح بیداری بزنیم و بنوشیم تیر کنیم و بخندیم. اینجا دیگه واقعا خطری شد، دیگه واقعا نمیتونم ریسک کنم که پرنسا حتی با هدفون این ترانه رو گوش کنه. پرنسا تو دیگه کار تموم شد، برو بیرون. Hey what's up my name is PXPBOY. خیلی خوش آمدی به چنل یوتیوب لالا پاشا. تو اینجا مدیای اتحاد تمامی فارسی زبان دنیا سر کجا که مرز کشیدم بیایید و پل بزنیم. دوستان عزیز امروز دوباره یه سبک موسیقی متفاوت داریم به اسم جوانان هرات دو از آقای میلاد هراتی. حالا نمیدونم فامیلش واقعا هراتیه یا به خاطر اینکه توی هرات به دنیا اومده اسمش رو گذاشته میلاد هراتی. خب یک ترانه رپ دیگه، یه گروه موسیقی خوبه که قبلا هم یه ریاکشن ازش رفته بودیم. بریم بشنویم ببینیم که این گروه رپ چی خونده راجب درد جامعه اصولا میخونن این رپرها. قبلا اینکه این موزیک رو بشنوین لطفا کانال من سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش رو روشن کنید، ویدیو رو هم لایک و کامنت کنید، آیدی نسای بالا میاد اونجا منو فالو کنید. بریم با هم دیگه بشنویم این صدا و این موزیک رو. آر یو ریدی؟ میلادی رتونو کار کل جوان افغانستانه، ولی این دفعه اونو باید جوان های رات پیش رفته پرچم شما که بالا هست این دفعه ماملا و سرقلنده را و یه غیه و چرسی های کش کنه. اوه بچه یه چی گفت، گفت که این ترانه قبلا واسه فقط جوانای افغانستان بود و الان یه چیز دیگه هم گفت، اینو من متوجه نشدم، یه چیز دیگه رو اضافه کرد، یعنی جامع تر کرد موضوعشو و چقدر خوبه که جامع تر کرد. کاش که مثلا جوانان ایرانی این چیزا رو مثلا قاطی موزیکاشون میکردن میفهمیدن که ماها همه ایرانی ها هم پشتشان هستیم. و چون که این یک ترانه رپه به نظر من باید تیپ رپ و گنگ هم به خودمان بگیریم و واسه همین این عینک رو میزنم تا تیپمون کامل تر شه. خوشتیپ شدم؟ آره. آفرین. بریم ادامه. هر شهر نتو کی بشی زود به چرسو نمیرسی، قلندرهای راستا میگم همه گی از دم چرسی، بوتلی ها انگوری هن عاشق چرس و قلقلی هن، زندگی ما ملنگیه به برچم پر فلنگیه. یه چیزی گفت انگولیه منگولیه، انگولی منظورش منو چه. و چه جای خوبی هم فیلم برداری کردن. دوستان عزیزی که از این گروه با خبر هستن که کجا هم کدوم کشورن و کار دیگه شون چیه حتما واسه من کامنت کنن که اطلاعات جامع و کاملی داشته باشم نسبت به این گروه. بریم ادامه. لندر رتبنگیه پس پاسا که گوریه برو راک تو گورینگیه یک جونه گروتیه، از گلگولی یاد کده ما خود خورم بر بس کده ما، قلب خود سچ کده ما، کیلو کیلو خواب کده ما، چلی مارم چاخ کده ما. او چلی مارم چاخ کردیم و کیلو کیلو بار کردیم و او مای گاد. پس نتیجه میگیریم خلاف، واقعا خلافشون سنگینه این گروه آقای میلاد هراتی. و یه چیز طبیعیه دیگه بچه، یعنی کسایی که به رپ آشنایی نداره اینو بدونن توی رپ خوندن این چیزایی میزن، این حرفایی که راجع به سیگار و خلاف و چیزا میزن، یه سری چیزای طبیعیه. درست خوشحال خودشون هم اهلشون نباشن ولی ترانه رپ این چیزا رو میطلبه که این چیزا رو توی شعراشون بگن. بریم ادامه. شیوان بم بخ زده ما شیر مادر بم شو کلاغن دری لبسا کشا، شیر مادر قلندر آیا قیا و بقیا، شیر مادر شوقیا زنده باشه چرخیا، شیر مادر تک چرخیا کفتر بازا و پهلوانا. اوه شیر مادر نمیدونم چی چی کفتر بازا و پهلوانا. بچا لطفا اگه دوست عزیز این واسه من ترجمه کنه، جایی که من متوجه نمیشم واسه من بنویسه، چون که رپ از بنیاد و ریشه اون کشور میاد اصولا سعی میکنن که به لهجه غلیظه، یعنی به لهجه ریشه ای همون کشور خودشون بخونن. چه تیپای جوانای خوب خوشتی پیان. شیر مادر غروت که چرسی ها و بنگی ها، شیر مادر نشوازار نسفری ها و دیونه ها. یو یک کلو بند میده کدیم. اوه چه حرکت جالبی. اوه این مشخص میلاد هراتی واقعا این کار است، چه خلاقیت خوبی به کار برد، واقعا از نوا آوا همه چیش داره استفاده میکنه. احسن احسن خلاقه بچه، بسیار جوان خلاقه. بریم دارم. چلیم تازه کدیم خود خوما دیوان نکدیم، از کار بعد تو بکدیم، از یک دو بابلا که هیرتی و حملا که شرابه کبابه کل قلندر خرابه.
خب نظر تو چی راجع به این ترانه پرنسا؟ خوب بود اما یکم نفهمیدم چی شد. خب دیگه طبیعیه دیگه، درسته منم خیلی ترانه افغانستانی گوش دادم و بعضی یه سری کلماتشو متوجه نمیشم، ولی خب خوشش اومد بچه، بریم ادامه. جتا تو کوکو جو میفهمی که سرابه نداره ترس کلندر و زیر پاس درنجر سیگری سرسف کتال نشه کنیم کده بوتا لباسه ها. من احساس میکنم بچه ها میلاد حراتی دیگه داره واژه هایی به کار میاره که واسه سن پرنسا خوب نیست، پس اینجا یه راهکار داریم. پرنسا بیا تو اینه بذار رو گوشت یه سری واژه ها رو نشنم. بچه ها واقعا باید توجه کنین یه سری حرف و واژه ها، مثلا این شعر ها مثبت 18 رعایت کنین، مثلا بچه های زیر 18 سال دیگه اجازه ندین که گوش بدن این ترانه ها رو، اینا رعایت کنین. بریم ادامه. قلندری شب تا بسو بیداری رسم و رسوم خرابات هستم همه شب تا قلندر نداره پروا گذشت از خسط مردان سلام بر سیارا من میگم تا دوات قلندرا. خب پرنسا خوب خوند؟ آره. آه منو گول زد. خب تو که این بلنگ رو گوشده چجوری شنیدی پس؟ آخه نه امان از بچه های امروزی چه منو گول زد. منو باش اینو گذاشتم توی گوشش و یک ترانه با یه گوشی گذاشتم بهش که نشنوه ولی داره میشنوه. خب یه بار دیگه محکمتر، خب این صدای موزیکم بیشتر کنم تا دیگه اصلا نشنوه. دیگه نمیشنوه دیگه، الان صدای گوشی رو زدم بهش صداشم کردم تا آخر یک ترانه باستارم گذاشتم که دیگه نشنوه. بریم ادامه. یقیا و بقیا زنده باد پل چرخیا دلتنگی دار زندان تیر میکنه جوانان برو رک تو یقی بود همیشه وقت فرری بود خیلی وقت زندنی بود خلاف کار غمری بود و شعر اصلا بچه ها رپ نوشتن بسیار به نظر من بسیار سخت‌تر از این نوشتن شعر پاپ و کلاسیک و این چیزاش، چون که باید تو کوتاه‌ترین زمان کلی مشکلات و دردها رو بیان کنن و واژه‌های انتخابیشون هم بسیار زیاده و مثل شعرهای پاپ نیست که مثلا از قصیده و این چیزا استفاده کنن و به قولی مثلا یه بیت رو بخونن دوباره تکرارش کنن، نه توی رپ مثلا کل درده جامعه درده یک توضیح رو میان پشت سر هم دیگه میگن بر نمیگردن. آقا بریم ادامه. سقی بود دیوانه گگره ونی بود یکشی نرو بچه بته از این شهر حقی پچه بالا کشید نمیشه که بگی قلنده میلاد نداره پروای سر سر فدای قلنده گیر کدی ما. خب پرنسا نظر چی بود؟ این دیگه آخر کلک بازیه، میگه پرنسا صداش چطور بود؟ میگه من که نشنیدم. پس چطور صدای من رو شنیدی؟ خودت شنیدی. از بچه های امروزی واقعا ما رو فیلم میکنن، واقعا بچه های امروزی شیطون هم درس میدن. گلت زدم. ای خدا بچه های امروزی، ای خدا کاشی واسه های ترانه بود که میشد گوش بدیم ولی واقعا نباید گوش بدم. خب دوباره بذارش روی گوشت، تو نباید گوش بدیم. خب بریم ادامه. ملنگی قلندری یک رنگی همه بگن زنده بود همو جوان بنگی رفتیم به رو بازنگی ششتیم به کت زنگی کت قلندر بنگی کت ما نشه سنگی. چه محیط زیبایی بچه ها. و اینم خب چهره خود آقا میلاد عراتی عزیز، جوان بسیار خوش‌چهره و قشنگی و تیپ بسیار خوبی هم داره و اصولا خواننده رپ باید پشت مردم باشن و اون ادب و احترام خاص مردم رو همیشه نگه می‌دارن. این یک به قول یک مکتبیه توی خواننده‌های رپ. خب الان نگاه نمیشنوی ولی همراه من اجازه داری مثلا برقصی و اینا، میدونی که اونایی که ترانه رپ میخونن چجوری میرقصن ادا در میارن، بلدی؟ باید این کار کنی، این کار میکنی، بعضی ها این کار میکنن، این کار میکنن. الان دستت این کار کن. آف اوه چه بلده، بچه های امروزی واقعا باید با ما آموزش بدن و این کار میکنی، این حرکت رو انجام بده الان. آره آف بری گوش بده، هر موقع من یه حرکات انجام دادن تو هم انجام بده. بریم ادامه. زند
زندگی ما ملنگیه، برو رو ما همه جنگیه، استایل نا فلنگیه، سویل نا بنگیه، بکنیم نشه بزی، چس بزی بو تل بزی، از زندگی باشه بزی، بمستم و غزی. احسن 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 بچه. من خودم یک سلیقه‌ای دارم، به قول من سلیقه من اینجوریه، هر خواننده‌ای که خوب بخونه ملودیش به ذهن من خوب بنشینه من اون ترانه رو دوست دارم. مثلا حالا اصلا گیرم یک ترانه باشه آفریقایی که اصلا نفهمم چی میگه، ولی خب ملودی و سبک موسیقی و نوای خواننده جوری باشه روی فرکانس آرامش باشه من گوش بدم به آرامش برسم، من اون ترانه رو دوست دارم. و الان مثلا این موزیک رپ بعضی جاهاش من متوجه نمیشم چی میگه، یعنی واقعا به یک لهجه بسیار سختی میخونه که من متوجه نمیشم، ولی اون نوای خواننده و این سبک و اجراشون و نحوه فیلم برداری ویدیوشو جذاب کرده. حالا دوستان عزیز افغانستانی عزیز، اگر میشه اگر لطف کنید که تکست این ترانه رو واسه من بفرستید، و آقای میلاد عراتی خودت عزیز جان، برادر عزیز، خودت هم اگه تکستشو واسه من بفرستی ممنونت میشم که یه بار دیگه من چندین بار دیگه گوش بدم همراه با تکست من گوش کنم، اینجوری بیشتر درکش میکنم. بریم ادامه، بذار گوشت با خوب و بد بسازی، خوش مگذره سر بزی، میزنی ما گلگلی دریایی و چلیمی، سیگری و بوتلی شوا تا صبح بیداری، بزنیم و بنوشیم، تیر کنیم و بخندیم. اینجا دیگه واقعا خطری شد، دیگه واقعا نمیتونم ریسک کنم که پرنسا حتی با هدفون این ترانه رو گوش کنه. پرنسا تو دیگه کار تموم شد، برو بیرون، برو بیرون که تو دیگه واقعا نباید این ترانه رو گوش کنی. بشین همون گوشه، همون گوشه بشین، با گلا مشغول باش، گوش نکنی ترانه را. تیکت ما ملنگی، قلندری یک رنگی، همه بگن زنده باد، همو جوان بنگی، رفتیم به روبا سنگی، ششتیم به کت سنگی، کت قلندر بنگی، کت ما نشه سنگی، زندگی ما ملنگی. چه محیط زیباییه، دقیقا مثل شهرک اکباتان ما توی تهران. بچه ها نکنه توی ایران هن میلاد هراتی عزیز؟ بچه ها اعتمالا میلاد هراتی توی ایرانه، دقیقا مثل شهرک اکباتان تهرانه. بریم ادامه. برو رو ما هم جنگیه، استایل نا پلنگیه، اکشن برو رو بنگیه، بکنیم نشه بزی، چست بزی و تل بزی، از زندگی باشیم رزی، بمثل امو قزی، بخوب و بعد از زندگی باشیم رازی، مثل بچه امو قزی. احسند احسند احسند، چه واژه های بسیار زیبایی رو داره بکاری، واقعا واژه های زیبایی رو داره به کار میبره. من بیام این وسط بنشینم که شما هم بهتر من را ببینید. بریم ادامه. سازی خوش مگذره سر بزی، بکنیم نشه بزی، بکنیم نشه بزی، نکنی نشه بزی، نمیشه زندگانی، بدرنگون و بستکون، رد و مرد یلا کن، اگر رفیق تو نامرد بود بمکونه تان بستکون. اگر رفیقت نامرد بود نمیدونم چی گفت، فکر کنم یه فوش بدی داد و فلان کن و چلان کن. کیف میکنم بچه، من با رپرها واقعا کیف میکنم، یعنی آدم های باحالی هن، حرف های بسیار جالبی میزنن و واقعا ذهن خلاقی دارن، بسیار خواننده های رپ بسیار ذهن خلاقی دارن، اصلا یه چیهایی میگن عجیب غریب. یک شاعر امروزی باید بشینه تفکر کنه، تفسیر کنه تازه شعراشونو. بریم ادامه. بزن اگی پرکه، بزن امو دلقه که، بزن امو دلقه که، بزن امو دلقه که. چه بال خندید، این خنده آخرش هم واقعا دوست داشتم. خب دوستان عزیز، این بود از ویدیو امروز ما. خب برانسا الان میتونی بیا، بیا بیا بشین همجور رو پام. خب بچه های عزیز، این بود از ویدیو امروز ما از آقای میلاد هراتی که این ترانه رپ رو ما ریاکشن کردیم. خب در کل برانسا ترانه های رپ رو دوست داری؟ آره. خب با شک گفت، با شک گفت، ولی خب باید ترانه رپ مخصوص به سن خودش گوش کنه، ترانه بزرگسالی رو نباید گوش کنی. باشه، آفرین. خب دوستان عزیز، این بود ویدیو امروز ما. اطلاعاتی دارین نسبت به این ترانه، این گروه موسیقی و این شعر، حتما واسه من کامنت کنید، بار اطلاعاتی من افزایش. اگر این ویدیو خوشتون اومد لطفا کانال من سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم روشن کنید، ویدیو رو هم لایک و کامنت کنید، آیدی اینستاگرامم بالا میاد، اونجا منو فالو کنید. ممنون از دیدگاهی باهاتون، بسیار دوستتون دارم، کچیو لیتر.